خوش آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. در مورد مطبوعات این هفته به بازتاب مراسم اربعین و تغییرات در کابینه دولت می‌پردازیم. البته انعکاس کمرنگ تشنجی که در روابط ایران با مارکت بود. سلام آقای بهنود، این هفته تقریبا همه چی تحت شعاع مراسم اربعین در کربلا بود. دیروز ایسنا گزارش داد که مثل اینکه زائرانی که داشتن برمیگشتن در حمل و نقلشون دچار مشکل شده بودن، یه سری در مرز مهران شب سختی رو گذروندن، سرما و ازدحام جمعیت و گویا حمل و نقل خیلی قیمت رفته بوده بالا برای کسایی که میخواستن برن تهران. بله، کم و بیش امسال نسبت به دو سال گذشته به نظر میرسه اشکالاتی هم از جهت بانکی اینا وجود داشت که به حال به نظر میرسید که کارش هم نمیشده کرد. اما بله، در دو سال گذشته با نظم و ترتیب و بدون حادثه بیشتری برگزار شد. بریم روزنامه ها اعتماد رو ببینیم. این اعتماد در بین این که در اول هفته است دیگه داره نگاه میکنه به چند تا مسئله که مسائلیست که از هفته پیش مونده، ولی به نظر من مهمترینش اونجاست که از قول آقای ربیعی که حالا دیگه وزیرم نیستند، آقای در این هفته آقای شریعت مداری رفت جاش شد وزیر کار، ایشون میگه که بازار آزاد چاره کار نیست. به نظرم میرسه مقصودش الانه، ولی به هر حال این یه جواب خیلی روشنیست به اون چیزی که آقای آخوندی موقع استعفاش نوشت. در حقیقت آقای آخوندی ادعا کرد که تأکیدی که او در مورد بازار آزاد داره، اقتصاد باز داره، دولت و آقای روحانی ندارند. بله. و این نشون داده میشه که هم برداشت آقای آخوندی درست بود، هم اینکه دست کم تو شرایط حاضر دولت نمیخواد که سیاست دروازه‌های باز و بازار آزاد رو کاملا پیاده کنه. شاید هم میخواد و نمیتونه، در صورت یه ذره سر این بازار آزاد مشکلات زیاده. بریم روزنامه بعدی، قانون که بازم به کابینه داره میپردازه. ببینید قبل از اینکه کلش بگم توجه داشته باشین که روزنامه ها به دلیل اینکه یارانه های دولتی کم شده و در بعضی از موارد به صفر رسیده، یه رویکردی دارند. حتما توجه دارید به مسائل اجتماعی و مسائلی که میتونه تیراژ بیاره. این خودش مثبته، خودش فی نفسه برای نشریات مستقل، گرچه که نشریات در ایران از ابتدای مشروطیت به بعد همیشه با کمک دولت یا احزاب بودند که سر پا بودند و فاصله کمی که آزادی بوده است جز این بوده، ولی به هر حال داریم میبینیم که تیترهای مختلفی داره. تکمیل پازل کابینه هم یکی از همین تیترها هست. یک گزارش یا مقاله مانندی هم بود درباره محیط زیست، شما دیدین تو همین شماره حنیف رضا گلزار نوشته یه مقاله از کاسپیان و هیرکان تا توران و در این مقاله مدعی شده که بی اغراق میتوان هفته ای که گذشت رو شومترین روزهای تاریخ محیط زیست، منابع طبیعی و حیات وحش ایران برشمرد. همان از این صفت عالی به کار بردن، صفت عالی، خیلی شومترین. در صورت ایران شرایط محیط زیستش بسیار بده، اینا همه میدونن، از رئیس سازمان محیط زیستش تا دولت تا همه، نه که الان باشه، سالهاست دارن میگن، بحث بیابی هست، آلودگی هست، همه اینا هست، ولی همین به قول شما شومترین یه ذره عجیب بود. شومترین یه ذره زیادیه، ولی به حال به پایه حرفی که میزنه ایشون به عنوان یه کارشناس و در یه انجیو فعال در محیط زیست درسته، ولی این صفتهای تفصیلی عالی خیلی زیاد به کار میره. حالا در نشریات دیگه هم خواهیم دید. بله، بریم روزنامه بعدی رو ببینیم، جوان، روزنامه سپاه پاسداران. ببینید روزنامه جوان، خب یک روز، این روزنامه دوشنبه است، یعنی یک روز قبل از اربعین. بله. و اون تیتر و عکس و اینا که گذاشته، خب به حال ادعا نکرده است که این مال مراسم اربعینه. چشم عالم خیره شده است به بزرگترین اجتماع تاریخ بشری. این بزرگترین اجتماع تاریخ بشری رو دیگران هم میگن، حتی نشریات اروپایی هم این رو پذیرفتن بعد از یه ذره تردید و اینا، به خاطر اینکه حتی حد اقل تعدادی که گمان زده شده رو در نظر بگیریم، چون بعضی از به اصطلاح آمارها که تا 40 میلیون هم رفت، ولی حداقلش هم که در نظر بگیریم چندین برابر مراسم حج و بقیه مراسمی که در دنیا معروفه. به هر حال
اینجا آدم هم تو که نگاه میکنه فکر میکنه که به هر حال بعد از اربعینه، ولی نه، تو این روزها هم ادامه داشته، تا اینجاش اشکال نداره. به نظرم اونجایی که یک مقاله اصلی داره که در اون مقاله به رسانه‌های جهان میگوید که شما بی‌طرف نیستید به دلیل اینکه این حادثه به این خوبی رو پوشش ندادید و به این بزرگی رو، خلاصه مقاله اینه. شاید احتمالاً منظورشون این باشه که اونطوری که روزنامه جوان میخواد پوشش ندادن، چون خب خیلی رسانه‌ها در صورت نگاه کردن، دیدن و به نظرم میرسه درست‌تر این بود که اگر هم همچین عقیده‌ای رو دارند با یه روز تأخیر میگذاشتند که دست کم دیده باشند، نه روز دوشنبه که هنوز واقعی اتفاق نیفتاده، واکنش‌ها رو در تلویزیون جهان ندیدیم، رسانه‌ها رو ندیدیم، گرچه که این یک امری است که مدام در روزنامه‌های اصولگرا تکرار میشه. حتی صدا سیما هم یک چنین انتقاد، یک برنامه روز قبل از اربعین با همین مضمون کار کردن. خب بریم روزنامه بعدی رو ببینیم، روزنامه آفتاب یزد. روزنامه آفتاب یزد متوجه هستین که دیگه در ادامه همون عرضی که کردم، خب خیلی دیگه اجتماعی و تیراژ خواه شده است، شلوغ پلوغه. معمولا خیلی سیاسی بود، الان یه مقداری فاصله گرفته و این تیترها رو که هرچی باشه بالاخره بیاریم با هیجان صفحه اول، این داره زیاد میشه در روزنامه‌های تهران. از اون اول شروع کنیم، از دستبوسی تا خوردن تهمانده لیوان آب رئیس جمهور. به نظر میرسه درست در هفته یا روزهایی که ماجرای مجلس مطرح بوده، آروان رفته مجلس و کابینش هم رئیس شده، به نظر هر کسی این تیتر رو ببینه به نظرش میرسه که این درباره این جلسه مجلسه، یعنی در مورد جلسه مجلس. خیلی از خیلی اتفاقات توی مجلس گفته دیگه، از اینکه کسی اومده یه گلابی از جیبش در آورده از کوچه‌الوارش و اونجا خورده، شوخی‌های فیزیکی توی مجلس، از اینکه پشت میکروفون به هم ناسزا میدن، گاهی دعوا میکنن، کتک‌کاری میکنن، همه اینا رو توضیح داده. و بعدش هم در مورد فیلم دستبوسی یکی از نمایندگان که دفعه اولی نیستش، تنها کسی هم از رؤسای جمهور سابق تا اونجا که من یادمه با این کار اعتراض کرد آقای خاتمی بود، که تنها سیادت، یعنی تنها عمام سیاه رئیس قوه قضاییه هم بود، رئیس قوه مجریه هم بود، ولی ایشون نخواست که همچین چیزی بکنه. اما در مورد آقای هاشمی هم اتفاق افتاد، در مورد آقای خامنه‌ای هم موقعی که رئیس جمهور بود اتفاق افتاد و اصولا هم اعتراضی به این معنی صورت نگرفت. این دفعه ما ندیدیم فیلمش رو، لابد وقتی نوشتن حتما خبرنگار پارلمان دیده و گفته، اونو اعتراضی ندارم. این تهمانده لیوان رو داره از قول دوران آقای احمد نژاد نقل میکنه. آخه این تیتری هم چیزی رو نمیگه، یعنی این تیتر داره یه ذره جذاب میشه، یه ذره بیش از اندازه جذاب و برانگیزاننده میشه برای همین کار. فاصله روزنامه که روزنامه جدی هم بوده است با شبکه‌های اجتماعی خیلی کم شده، به طوری که ببینید که این کنار هم دردسر ازدواج دوم نجفی برای اصلاح طلبا از این حرفا داره توش، یا همون گزارشی هم که اون بالا هست همچنان در دل مادر قوقاست. این به چی میپردازه؟ اشاره میکنه به یه حادثه‌ای اتفاق افتاده که بعد در اون حادثه فرزند یک خانواده‌ای در حالی که فرستاده شده بودن اینا از طرف یه گروه ورزشی، یک باشگاه ورزشی فرستاده شدن به تاجیکستان، گرجستان که غرق شدن، غرق شد و اینا، این رو زنده کرد در قالب انشایی. مادری که خب راست هم میگه، مادر و پدری هنوز ناراحتند و اینا، ولی چطور میاد تیتر دوم روزنامه میشه اونو نمیدونم. خب بریم روزنامه بعدی کیهان رو ببینیم. کیهان بیش از هر روزنامه دیگه‌ای در آخر هفته به ماجرای دانمارک و حوادثی که اتفاق افتاد و اعلامیه دولت دانمارک، بازتابش در روزنامه های ایران چطور بود؟ خیلی کم بود. بیشترین باز به اصطلاح واکنش رو همین کیهان نشون داده است که گزارشی داده است به نوشته خودش از سریال اتهامات تروریستی. این گزارش اتفاقا گزارش نسبتا خونسردی است که هر نشریه‌ای تو دنیا میتونست بده اگر میخواست که فهرست بده که ایران کجاهای دنیا رفته دستی دراز کرده، اتهاماتی که این اواخر هم به خصوص تشدید شده. همه اون حوادث رو آورده، جز اینکه میگه که اینا اتهامات هست و همه این ماجرا رو سرانجام این گزارش رو به این پاراگراف آخر میرسونه که میگه همه اینها، یعنی هر آنچه که درباره آلمان، هلند، فرانسه،
اینها گفته شد تا رسید آخریش به دانمارک، همه اینها توطئه اروپاست و بنابراین دولت رو بگو که در این شرایط انتظار داره که اروپا بیاد باهاش روابط خوبی داشته باشه و ازش دفاع کنه. شاید بد نباشه بگیم که این حادثه در دانمارک اتفاق افتاد که دانمارک سفیرش رو از ایران فراخوند به خاطر اینکه گفت که وزارت اطلاعات ایران قصد داشته یک فعال عرب رو در دانمارک در واقع ترور کنه. اتحادیه اروپا به شدت محکوم کرد ولی گفت این داستان ربطی به برجام نداره و ما از برجام در واقع حمایت میکنیم و پشت برجام هستیم. حالا اون چیزی که به روزنامه تهران حق میده که خیلی بزرگش نکنن اینجاست که تا الان تنها فکتی که از طرف دانمارک اعلام شده یک کسی است، یک ایرانی دانمارکی هستش که عکس میگرفته و مدت‌ها بوده تحت نظر بوده و عکس میگرفته از خونه و محل اقامت رئیس همین جنبش آزادی بخش الاحواز. بله. چون این تعداد هنوز خیلی روشن کننده نیست، بنابراین همه سعی کردن حرف کلی بزنن، باهاش همصدایی کنند و برن. که من معتقد است که این یه توطئه است و ادامه توطئه هایی است که از پیش هم میشه. خب بریم برگزیده ها جمله. بله، جمله از جمله روزنامه هایی است که منتشر میشه، جمعه منتشر میشه. بعد این تیتره. بله. 100% فارسیشو نداریم. نه، من تصور اگه خود لاتینیشو مینوشت خوب بود، نقطه هم البته تاش گذاشته، یعنی کاملا برجسته کرده. واقعا خیلی عجیب است. یعنی البته منظورش فکر کنم اینه که 4 تا وزیر رأی اعتماد آوردن، ولی خب میشد اینو به یه زبان همه گفتم ولی اینطوری نگفتم. ولی بعدن که من رفتم جلو دیدم که نه، معموله، به خاطر اینکه گزارشی هم این پایین داره، زب اخلاق در تختی. دیدی ببینی این در حقیقت وقتی بازش کنی میخواد بگه چکی که آقای دایی زده است به گوش یک خبرنگار در ورزشگاه تختی تو مسابقه فوتبال، این کار بداخلاقی بوده، بنابراین اینو برایش تیت زده زف اخلاق تختی در تختی. اوکی، بریم بعدی روزنامه همشهری ورزشی رو ببینیم و این گزارش بسیار زیبا است. نوشته های ابراهیم افشار دیگه، صاحب نصر رو، خوب خیلی ورزشی، نویس ادیب. خیلی واقعا مقاله نظر تکون دهنده بود. با این شروع میکنه که بعضی قصه ها رو باید دفن کرد لای زمحریری از برف های هزار ساله یا زیر خاک سیاه یا حتی بشکه های قیرندود. اشاره میکنه به این دختر بچه که عکسش رو داریم میبینیم روی جلد روزنامه، با پدرش رفته بوده مسابقه پرسپولیس الاسد رو ببینه و چون متوجه میشن دختر کوچولوی هم بوده، حالا راش نمیدن و پدرش همونجا موهای اینو کوتاه میکنه و روی کاغذی میده دست دختر بچه. ازش میپرسن که اسم چیه، یه ذره دست دست میکنه که چی بگه، میگه من علیم. و این در واقع میگه که این چه ورزشگاهی است که به کودکان دروغ یاد میدهد، به کودکانی که باور دارن دروغگو دشمن خداست. و این داستان رو همینطوری میگه که میگه که استادیوم اصلا کاش ویران میشد و شاهد یک چنین اتفاقی نبود. خیلی مقاله قشنگی داستان. بله، همشهری ورزشی هم خوبه، تو تغییرات جدیدم در حقیقت به نظر میرسه بهتر شده. اینکه روزنامه ورزشی این نوشته رو بکنه تیتری که خودش داستان گیسوان روشنا، خودش جای تشویق داره. واقعا قشنگ بود. خب بهروان مجله جدید هست نه؟ بله، دو تا ماهنامه روانشناختی با نگاه جدید ببینیم. اولیش بهروانه که ماهنامه روانشناختی با نگاه بین رشته ایست. این شماره اولش در اومده، میبینید که روی جلدش هم عکس زین‌الدین زیدان هست. ویژه‌نامه هوشه. سردبیر در این مقدمه نوشته است آقای رضایی نیک که دیگه مثل قدیم هوش خیلی جایگاه رفیع و بلند مرتبه ای نداره. چرا اینو میگه؟ چون بعد توضیح میده که قدیما وقتی مثلا یه بچه در دبستان بود پدر مادرها میگفتن چقدر باهوشه، یا برعکس میگفتن چقدر بیهوشه، در حالی که الان معلوم شده به عوامل مختلف بررسی داره، نه به موفقیتش نه به نبوغش هیچ کدوم به این چیزا بسگی نداره، در سالهای بعدی میتونه بره تو جامعه جوری دیگه بشه.
و بنابراین این هوشه دیگه الان اونطوری کاربردی نداره که قدیم داشته. حالا این رو در حالی میگه که کل این شماره درباره هوشه و مطالب بسیار خوبی هم توش هست، مطالبی است در زمینه‌های مختلف، از مثلا روانپزشکی تا مثلا هوش با تضمین بقا، بالاترین تضمین بقا، هوش را به کار گیرند رونق به باغ آید، تعبیر قدیمی است، در سینما، در ادبیات، در شعر، در ورزش، در همه اینجاها دیده است. این نشریه از این بعد روی میز روزنامه فروشا خواهد آمد، 15000 تومان هم قیمت شد. بعدی سفید هست. چقدر نشریه در میاد در ایران؟ خوبه دیگه، مبارکه. همه میگن کمبود کاغذ و نمیدونم نه همه خب به همین جهت همه نشریه کوچولو شدن دیگه به همین دلیل. بله. که شما میگی این نشریه یه ذره توضیح برمیداره به خاطر اینکه مگاپولیس کلمه گفتیم مگاپولیس و منسیه چی هست؟ آها، بعد این همین همون داستانی است که ببینید هیولا شهر در حقیقت آقای آیدروم که اگه اسمشون درست گفته باشم توضیح داده که اگر به عنوان اینکه این نشریه چی هست ایشون داره توضیح میده که اگه به عنوان متصدی یعنی مدیر مجله مجبور باشم سفید یا سفید، این دفعه سفید رو تری فید می نویسه که بخونه سه فارسی بعد فید، به صورت یک کل مجددا معرفی کنیم، سفید به این علت ساخته شد که ما به یه جور کابین خلبان نیاز داشتیم که به کمکش بتونیم به فضاهای دیگه بریم و از چشمانداز شخصی خودمون درباره چیزهای مختلف گمانه زنی کنیم و بر روی آینده های نزدیک و تاریخ های دور فرود بیاییم. بعد که ما میگردیم، حالا مدیر محترم کانتمپرری هم در کنار معاصر به کار میبره، یه ایرادیه کار نداره، رضا پوردیان توضیح میده که فریتز لایبر در رمان خودش بانوی مانتاریکی که بخشای از اون رو هم همینجا تو مجله چاپ کردند، از دانش اوکالت یا علوم غریبه به اصطلاح برای شرح یه قصه فانتزی در مورد شهرش استفاده کرده، اسم این دانش خفیه رو او گذاشته است مگاپولیسونامی. به نظر تو یه ذره سورئال نشد؟ خب نه دیگه، اینم همین خواسته دیگه، خواسته که اینطوری بشه و کل مجله درباره همین به اصطلاح سورئال شدن شهرهاست، شهرهای مختلف، اهم از تهران، اهم از مثلا گلواندک تا هنگ کنگ تا جاهای مختلف، اینا تو فیلم، تو سینما، تو تفکر، تو ادبیات. خب نسیم بیداری عالی جناب خلخالی، نسیم بیداری بذارید از همه مطالبش دیگرش خلاصه بکنم، فاکتور بگیرم و فقط بگم که این موضوعی که الان رو جلد دارید ببینید عالی جناب خلخالی رو، این رو کرده موضوع اصلی خودش و الحق مثل خیلی هم موارد دیگه که کرده بود این کار رو، الحق که این موضوع رو کاملا از اطراف میپوشونه، هم مصاحبه‌های خیلی خوبی میکنه، این عکس از عکس‌های تاریخی است، موقعی است که آیت الله خمینی در بیمارستان قلب بود و حکم ریاست جمهور آقای بنی صدر رو داد، با این توجه که آقای خلخالی در این انتخابات کاندیدا بود، آقای خمینی ممنوع کردن حضور روحانیون رو و او رفت به حمایت از بنی صدر، بنابراین اینجا ایستاده بغل دست آقای بنی صدر به این دلیل هستش. بعدن که خب دیگه فضا تغییر داشت. همین اولش رو نگاه کنین که مریم پیمان گزارش اصلی رو می‌نویسه که بگه که جریان چی بود، ایشون از کی اومد، چطوری شد. تیترش اینه: به تماشای روزگار آیشمن انقلاب ایران. خب از اینجا حرکت میکنه، بعد میره تو همین گزارش اصلی هم که خانم پیمان نوشته، گزارش خیلی خوبی است، بعد مصاحبه میکنه با دختر بزرگ آقای خلخالی، نه فاطمه خانم خلخالی، بله و ایشون صحبت میکنه، از جمله این که میگه که خب او که از همه حلالیت گرفته بود و در مورد پدر هم یه شخصیتی میده مثل همه پدر هاست، مهربانه به ماها، همسایه ها میرسی. کدوم دختری در مورد پدرش میبسه؟ بله خب کدوم پدری هم در مورد دخترش مهربان نیست و درباره اوضاع داخلیشون اینا توضیح میده، توضیحی است که به قول شما همون چیزی که بعد اتفاق افتاد. بعد یک مصاحبه میکنه که خیلی جالبه با یک دوست قدیمی آقای خلخالی که چیزاش هم مینویسه تو دادگاه ویژه و اینا همه جا باهاش بوده، او میگه در مهاجرت معاشرت دوست بود
در قضاوت جدی و خشن بود. آقای علیرضا بهشتی، فرزند آقای دکتر بهشتی، خبر میده که پدرم، یعنی دکتر بهشتی، نگران اعدام هویدا بود. اون کاری که رفت زورویی انجام داد. بعضیا مثل امام جمعه جمع میگن که الان قوه قضاییه همچین قاطعیتی میخواد که خلخالی است. بعضیا معتقدن نه، فضل‌الله صلواتی میگه کسی اصلا رغبت نداشت پشت سر آقای خلخالی نماز بخونه. در مجموعه یک مجموعه مفصلی است که در حقیقت عالی جناب خلخالی رو معرفی میکنه. آقای خلخالی هم از اون شخصیت های جنجال برانگیز بودن در دوره خودشون. مجله همایون رو ببینید. همایون یادتون باشه ماهنامه اجتماعی هنریست، همونقدر که روی جلدش اومد قبل از که خودش اومده بود ما مژده تولد چه دادیم، ولی هیچ وقت نرسیدیم که توش بریم. در این فاصله هم شماره مرتب در اومده، شماره چهارمش منتشر کرده، نشریه است که بر مبنای همونطور که خودش نوشته است اجتماعی هنریست. میره به سابقه سقاخونه که طبیعتاً هر کی میره به سابقه سقاخونه قاعدتاً از حسین زنده‌رودی شروع میکنه. اینجا هم کارهای حسین زنده‌رودی رو میبینیم که هست، بعد آقای پیرارام، بعد منصور قندریز، اون گروهی که اتفاقاً میرحسین موسوی هم یکی از همون گروه بود که اومدن و این به اصطلاح تابلوها و نقاشی قهوه‌خونه رو آوردن. بعد میره به دنیا سر میزنه. در مجموع شما ببینید که نشریه پروپیمونی است، هم مطالب خوبی داره، حتی جواهر رو هم که نگاه میکنه تلاقی هنر و گوهر رو میبینه، تا میرسه به آخرش که گزارش داره، گزارش خوبی است. من یه ذره بهش ایراد دارم، چون اینجا هم اون صفت عالی زیاد به کار میره. آثار ایرانی ثبت شده در یونسکو، من شخصا خودم نمیدونستم که 12 تا از خانم علی خانی که کارشناس ارشد زبان ادبیات داره این رو در آورده و معرفی میکنه که یکیش زیگوراته که اولینش همون چوغ زنبیل بود، اینو میدونستیم. بعد اون آتشکده آذربایجانی که در آذربایجانه و بعد گنبد قابوسه که میگه بلندترین برج تمام آجری جهان هست، بعد پاسارگاده که میدونیم مسجد جامع اصفهانه، بقعه شیخ صفی الدین، نخستین شهر جهان رو به شهر سوخته زابل میگه. من اینجا کمی تردید دارم نخستین شهر جهان، ارگ بم البته گفته میشد که بزرگترین سازه خشتی است که البته بعد از اون زلزله میدونید چه شده. بله. که به اصطلاح دهمینش هم میمنده. این یکی رو من ندیدم، بقیه رو همه رو دیدم. میتونم اعتراف کنم که عقبم به خاطر اینکه این در استان کرمان هست، با وجود اینکه من کرمان رو تقریبا همه جاش دیدم، این روستای زیرزمینی میمند رو ندیدم. به حال مجله خیلی خوب و مفیدی است برای کسایی که هم به گذشته هنری ایران علاقه، میراث فرهنگی علاقه مندن. خب بعدی خلاقیت هست. خلاقیت چنان که چگونه پول ساز شوید اگه میخواهید همیشه شاد باشید، این نوع اصل ساده را دنبال کنید. نشریاتی است که همه جا هست. این نشریات هم که همه جا هست، رو میز روزنامه فروشی ها، تو فرودگاه های همه جای دنیا که بریم، روی استندا کتاب هم هست، یعنی بیشتر به تیتر کتاب ها میخوره. و این نشریه هم نشریه موفقی است، 2 هفته یک بار منتشر میشه. این دفعه چند تا گزارش داره که خودش باید پرتیراژ هم باشه. از بین به نظر اینطوری میرسه، از بین گزارش هاش خودش این گزارش رو که درباره اینه که چجوری یک کسب و کار آنلاین درست بکنیم بدون اینکه محصولی بفروشیم، یعنی شما بریم واسطه فروش بشین و ثروتمند بشین، مثل همین ژاپنیه که پیروزا شما توی تلویزیون نشون میدادی. بله. که میخواد بره حالا فضا، یا اینکه مثل خیلی دیگه، مثل آمازون. آمازون البته داره یه کارو چیز میفروشه دیگه، بالاخره منتها خودش تولید نمیکنه دیگه، مال شما رو میگیره میفروشه به دیگری، سودش میبره. الان خودش هم داره یه چیزایی، یا اونهایی هم که الان خودش داره اصل کارش نیست. اصل کارش اونجاست که کتاب یه کسی می نویسه، ناشره میده به آمازون، آمازون توزیع میکنه، سهمی خودش میگیره و میلیارده میشه و میشه بزرگترین شرکت. اونو داره یاد میده. الان دیگه شما میتونید صبح غذا سفارش بدین، میوه سفارش بدین، زور بیاد دم خونتون. بله، مجله یه دونه مترجم خیلی پرکارم داره که تقریبا میشه گفت 70-80% مجله رو او ترجمه کرده، خانم مریم ولی پور نورعلی، که توی بیشتر صفحات اسمش هست. خب بریم کارتون آخر و نکته آخر. این کارتون در مورد 9 مهر روز جهانی موسیقی هست، از ادیک
و داره اشاره میکنه احتمالاً به اون خواننده هایی که حالا در بندن یا نمیدونم اجازه کنسرت هایی که دچار مشکل هایی که برگزار نمیشه. شهرام سعیدی مطلبی نوشته بود توی شهروند که میگه یکی از زیربنایی ترین تصمیمات و اقدامات فرهنگی 100 ساله اخیر در دانشگاه ساری شکل گرفته و اینجا خوبه که فهرستی هم بهش بدیم. اونها کار شایسته ای انجام دادند و کاری که کردند خیلی مهمتر است از کاری که امیر کبیر کرد در مورد دارالفنون. اون کارم این استش که تو مجسمه دکتر شریعتی که اونجا است کراوات رو حذف کردن. چه کاری بود؟ آره میگه که حالا بعد از اینکه این کار کردن ما یاد حذف تاریخی سیگار از دستای مرحوم طالاقانی افتادیم تو اون عکس معروف روزنامه شرق یادتونه پارسال، و به این ترتیب پیشنهاد کرده که همینطوری میشه زدود و میشه عکس آقای خمینی توی چی بود اون هواپیمایی که اومدن همینطوری آدم ها از پشتش حذف میشدن. بله. در این سال ها برسه اشارهش بمونه. بله مرسی آقای بهنود و ممنون از شما. مثل همیشه تمام راه های تماس ما برای شما بازه. نظرات و انتقاداتتون درباره تمام برنامه های بی بی سی فارسی رو میتونید برای ما بفرستید به راه های تماسی که همین الان دارید روی صفحه تلویزیون میبینید. نظراتتون رو با هشتگ دیدبان به پیامگیر تلگرام ما به آدرس @bbc شما و یا با آدرس توییتر bbc دیدبان بفرستید. از طرف خودم آقای بهنود همینجا با شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده. شب و روزتون خوش.